سفارش بعدیمون برای یلداه. حالا یکی نیست بگی حالتو شروع کن بعد هی تجهیزات بخرم. بریم ببندیمشون. دوستان این خیلی سریع برسه دستاتون. این سناریویی که نوشتم اون موقعیت از من گرفته شد به خاطر جغرافیا. بکنم ویوش بد نباشه. ببین چقدر به دیوار بنفش میاد. 113,000 تا ویو خورده تا الان. سلام، به اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدین. اسم من الهه هست. 12 ساله که کار تصویرسازی انجام میدم. 6 ساله که برند مغازک رو دارم. برند مغازک یک برندیه که محصولات نوشته افزار مثل دفتر و پلنر و استیکرهای مختلف و استیکرهای لپتاپ، بولت جورنال، دفتر یادداشت، کارت پستال، بوکمارک و هر چیزی که بشه توی ایران تولید کرد و سعی میکنم طراحی بکنم و تولیدشون بکنم. یک سایتی دارم به آدرس مغازک.com که محصولاتمو اونجا به فروش میذارم. 6 سالی میخوام بیام یوتیوب ولی ایدئالگراییه به همین اجازه رو نمیداد و بالاخره تصمیم گرفتم که این کار بکنم و محتوایی رو سعی کنم تولید بکنم که به شما کمک بکنه که هم با مغازک بیشتر آشنا بشین، هم اگر دوست دارین که این کار رو شروع بکنین یه پیش‌زمینه ذهنی داشته باشین. ببینیم چی میشه. سفارشایی که روز تخفیفامون موقعی که تخفیف گذاشته بودیم سفارش گذاشتن و من اینا رو دارم میبندمشون تا بهتون نشون بدم کی چیا خریده. این سفارش نیوشا الان دارم میبندم. این استیکر رندوم آبجکت شماره 1، استیکر رندوم آبجکت شماره 3، پلنر 204، کلاً پلنر 2، پلنرا 5 تا طرح مختلف داره که توی سایتمون هم میتونید ببینید. این مثلا شماره 3شه. اینا هر کدوم خیلی استیکرهای متنوع داخلشون هست ولی موضوع خاصی ندارن برعکس بقیه استیکرامون. سعی کردم چیزای روزمره و روزانه رو توی اینا طراحی کنم که بتونیم برای بولت جورنال ها و برنامه ریزیاتون ازشون استفاده بکنیم. الان نیوشا مازندرانه و من سفارشش رو باید یه بسته‌بندی محکم بکنم توی پاکت پستی که میذارم خراب نشه. من اصولا بسته‌بندی سفارش ها خیلی برام مهمه. یکی از دلایلی که خیلی زمان بود برای من اینا رو بخوام ارسال کنم همین بسته‌بندی کردن است، به خاطر اینکه ممکنه جاهای دیگه خیلی اینجوری مثلا کاغذ پوستی نکنن بسته هاشون رو و همینجوری بسته رو توی پاکت حبابدار یا یه پاکت دیگه بذارن، ولی من کادو طوری اینا رو بسته‌بندی میکنم. حالا برای اینکه این آسیب نبینه از این کاغذهای محافظ براش میذارم. اینا یه محافظهای جدیده شبیه اوریگامیه. وقتی بازشون میکنی نگاه کنی یه ذره سه‌بعدی میشه چون یه ضربه رو میتونه بگیره. من دیده بودم وقتی خواستم اینو بخرم میتونم دیدم بولیوم و چیزهای شکستنی رو باش میفرستن، گفتم پس حتما دفتر اینا رو هم میشه باش برستاد دیگه، چون اداره پست خیلی بسته ها رو یه مخصوصا یه جاهایی یه شهرهایی یه پستچیهایی
مثل اینکه خیلی بدتر با بسته ها برخورد میکنه. فرق داره من فرمانتره بخاطر ما کلن باید اینا رو یه جوری بسته بندی بکنیم که هیچی نشه، چون اونا هم خسارت بده نیستن، میدونی؟ خب الان که اینجوری بسته بندیش کردیم، اینجوری بسته بندی شد، پاکتاشون دارم روش و یه پاکت پستی حباب دارم برمیدارم، میدارم بشون توی پاکت. و تمام، دارم هی تجهیزاتم رو تکمیل میکنم. یه دونه این سپایه های دستی گرفتم، چون سپایه فیلم برداری و عکاسی بزرگ دارم ولی این دستی های کوچیک نداشتم. حالا یکی نیست بگه حالا تو شروع کن بعد هی تجهیزات بخرم. ولی خیلی خفنه، برندش جوویه. نه. یکی از این یوتیوب که داشتم هی نگاه میکردم یاد بگیرم و اینا، یکی از یوتیوبرها اینو معرفی کرد که به نظر من که خیلی به کاره. اوکی، خب چه باحاله، چه خوبه، چه کیفیتی. بعد اینا واو تا میشه، چه فرق خوبه چیزش، مدل تا شدن چون اینا خیلی باحاله، خوشم اومد. سلام، قربونت برم کوچولو. ما اینجا یه دونه پیشی داریم به اسم کنجه، توی دفترمونه. خیلی هم شیطونه، خیلی هم بغلیه، خیلی هم مهربونه. میذاریمش تو حیاط پشتی تا یه ذره بزرگتر شو ببینیم چی کار میتونی بکنیم براش. مگه نه؟ آره کوچولو، چاق شدی یا غذای خوب میخوری، چاقالو شدی. بازی حالا گاز. دفتر تحصیلی داریم تولید میکنیم که پیش فروشش رو گذاشتیم و خیلی ها ازشون خرید کردن و منتظرم که برسه به دستم که اونا رو فروشگاهی که شامل اون دفتر رو میشدم ارسال بکنم. جلدشو دارم، میتونم جلدشو بهتون نشون بدم. یکی از طرحاش این شکلیه، این پشتشه، روشه، نمونه جلدیه که زدیم تستشو بگیریم ببینیم که این مشمایی که پیشی خیلی اذیت میکنه، پیشی خیلی زشته کارت، باید بری بیرون. ببین این کار گاز گرفتن اصلا درست نیست، این بازی نمیشه، ما به این نمیگیم بازی. پس باید بریم کجا؟ بیرون. اینا رو برای اینکه ببینیم که این ضخامت این مشمایی که برای جلو داریم میذاریم چقدر باشه، ایستاییش، زیر دستش و اینا رو چک بکنیم، تست میزنن برامون که بخوایم انتخاب بکنیم. کلا مرحله تولید خیلی پر از چالش ولی بسیار لذت بخشه، چون اون که تو یه چیزی طراحی میکنی به دنیای واقعی میاد و آدم ها ازش استفاده میکنن، خیلی لذت بخشه واقعا. نمیدونم اگر این کار رو نمیکردم چه کاری دیگه به هم میتونست خیلی لذت بده. خب این سفارش هم بستیم، اینجوری میاد پیش تو، لیبلشو میزنیم و آماده ارسال میشن. سفارش بعدی برای مهفام هست که یه دونه از این بولت جورنال ها، ببین چقدر خوشگله، یه دونه از این بولت جورنال ها سفارش داده با یه دونه پلنر هفتگی. امروز بابایی هم که سفارش دادم آماده است، فقط خودم باید یکیشو بگیرم و یکی از قابا مثلا که خیلی بزرگه،
باید حتما ماشین باشه، خودمونم نمیتونیم بفرستیم چون تو ترهیم، باید بذاریم بسته هایی که تو تره میرن جمع بشن یا همه رو با هم بفرستیم. گفتم اوه من این همه منتظر موندم، من یکی موتور میگیرم، این موتوری هایی که بار میبرن فکر میکنم دیگه 50 در 70 سخت باشه. خب این سفارش هم بستیم. اینم از این. من یه سعی کنم یه اسنپ بگیرم. هنیش که قبول نکرده. اوه یکی قبول کرد. بذارش بگم. الو سلام. خسته نباشین. بالاخره رسید دستم. یه سری قابم عقب گرفته بودم و داشتم. حالا اینا رو سر فرصت بعد احتمالا فردا اینا رو میذارم اینجا. قبلش رو میز میچینم چون الان یه سری سفارش چیدم که بسته بندی کنم جا ندارم. قبلش همه رو میچینم رو میز ببینم که چجوری میخوام دیزاینش بکنم رو دیوار. بعدم میزنم به دیوار اینجا. خیلی خوشگل میشه مطمئنم. کارا برنامه‌ریزی کردم که امروز انجام بدم. یکی اینکه قابایی که دیروز اومد و میخوام نصب کنم، ولی مثل اینکه این دیواره خیلی چیزه، باید رول پلاک و اینا بشه. من امتحان میکنم میگم شاید یکی دیواره اینجوری نباشه. بعد دوباره یه سری بسته‌بندی انجام میدم که بتونم حالا یا امروز آخر وقت یا فردا صبح ارسالشون میکنم. یکی از فروشگاه‌هایی که محصولتون رو شارژ میکنن رو باید برم بهشون سر بزنم که محصولات جدیدمون رو شارژ کنن توی حسابشون، توی چیزشون، فروشگاهشون. من جدا میکنم میزنم به فاکتورشون. موقعی بسته بندی یه راحت روی پاکتشون بچسب کنم. اینم از این. خب سفارشی که الان میخوام ببندم هم سفارشی جدید جزوشونه، هم یه سری سفارشی قدیمی هم که بریم ببندیمشون. یه کار خیلی با ارزش دارم. این کار ماتیاس آدولفسونه. وقتی که اومده بود ایران ورکشاپ داشت، یکی از کاراشو بر من امضا کرد و از اون موقع دارمش. ببینید چقدر دیتیل داره. فوق‌العاده است. فوق‌العاده. خیلی دوستش دارم. خیلی زیاد. اینجوری شد. خیلی خوبه. دو تا کار دیگه هم داشتم که براشون قاب داشتم ولی قابشون رو دوست نداشتم. کار بیتریچ بلوه، یه همکاری باهاش داشتیم که تو هم یوتیوب اولین ویدیوی یوتیوب من مصاحبه با هم بیتریچ هست
که بعد از اون مصاحبه و ویدیویی که درست کردیم با هم دیگه برام اینا رو فرستاد به عنوان هدیه. این از 150 تا ادیشنی که داشته 150مین ادیشنشه، اینو براش این قابو گرفتم. یه دونه کار دیگه هم به هم داد که اینه، اینم نامشه. این 132مین ادیشن از 150 ادیشنه. یکی از چیزایی که توی فروشگاه آنلاین مهمه ارسال سفارشاته، یعنی شما باید سعی کنین که خیلی سریع اون سفارش ها رو ارسال بکنید برای مشتری، مخصوصا کاری این شکلی که آدم ها از روی ذوق و این چیزا میان خرید میکنن، تا موقعی که ذوقشون کور نشده یا فراموش نکردن که چی سفارش دادن، بعد سفارش رو به دستشون برسونید. به خاطر همینه که من خیلی وقته که نیرو داشتم قبلا، ولی الان خیلی محکمتر دنبال نیرو هم برای بسته‌بندی که ارسالام سریع‌تر انجام بشه و یه نظم خاصی بگیره، چون موقعی که دست تنها من مجبورم ارسالا رو دیرتر بفرستم چون نمیرسم همه رو انجام بدم. 5 تا 7 روز کاری معمولا میگم که زمان میبره که سفارشات ارسال بشه، ولی دلم میخواد که هر روز ارسال داشته باشم. برای اینستاگرام بگیرم که تقریبا 2 ماه میدونم چی میخوام بگیرم، سناریوشو نوشتم ولی پیش نیومده. این سناریوشه خیلی به نظر من ریل خوبی میشه. کلن به این نتیجه رسیدم ریلایی که سناریو داره و از قبل استوری بوردش رو کشیدم خیلی بیشتر ویو میخوره، یعنی به نظر من یکی از واقعا نکات طلایی و مثبتیه که واسه ریلا میشه ازش استفاده کرد، یعنی سناریو نویسی و حتی اون استوری بورد که چه تصویرهایی میخواییم بگیریم، این پلنی که داشته باشین که چه چیزهایی رو میخواییم بگیریم و چه چیزهایی رو میخواییم نشون بدین خیلی کمک میکنه. هم وایس اوورش رو نوشته بودم هم استوری بورداش رو طراحی کردم، این که میخوام که چه تصویرهایی بگیرم، چه جوری بگیرم و چه زاویه‌ای. سلام، من الهام. 12 سالی که تصویرسازم و کارم رو با گرفتن پروژه از شرکت‌های داخلی و خارجی شروع کردم. از طراحی برای سایت‌ها و کسب و کارهای مختلف گرفته تا اجرای کمپین برای سامسونگ و پروژه‌های جهانی با دانشگاه آکسفورد و یونیسف. یس. 14 ثانیه و چقدر؟ 14 ثانیه است. سلام، من الهام. 12 سالی که تصویرسازم و کارم رو با گرفتن پروژه از شرکت‌های داخلی و خارجی شروع کردم. از طراحی برای سایت‌ها و کسب و کارهای مختلف گرفته تا اجرای کمپین برای سامسونگ و پروژه‌های جهانی با دانشگاه آکسفورد و یونیسف. نایس. چه سینک شد. خب من الان دارم تصویرایی که گرفتم و میچینم توی تایملاینم و وایس اوورش رو همزمان ببینم که چجوری میشه، چند ثانیه میشه، چیزایی که میخوام بگم با تصویرها سینک بشه.
خب بالاخره بعد از 2 روز که هی میگفتم تو روزای قبلی میخوام اینجا رو قاباشو درست بکنم، آخر سر با همون میخ زدیم به دیوار اینا رو. خیلی باحال شد. خیلی کلن دیواری که اصلا قاب نداشته باشه واقعا انگار بیروهه اونجا. از ببین چه خوشگل شد. امروز صبح یه نفر به هم توی اینستاگرام دایرکت داد، زده که امروز خیلی تصادفی تو گوگل پیداد کردم و داستانت رو تو وبسایت خوندم. باید بهت بگم که الان چنان بغض تو گلومه که نگو، تو داستانت رو خیلی خودم رو دیدم، اما من جا زدم همون اولا. خواستم بهت بگم چه خوب که ادامه دادی. اونجایی که زده بود چنان بغضی تو گلومه که نگو، خیلی خودم هم بغضی شدم. یعنی همین الان هم که اومدم خوندمش باز بغضی شدم. یعنی دارم به اون لحظه‌ای که احساس کرده که مثلا اینم جای من بود ولی ادامه داد، یا مثلا تو ذهنش اینه که مثلا ببین این موفق شده، من جا زدم و اینا، خیلی دلم شکست. خواستم بگم واقعا ما به غیر از تلاش کردن چاره دیگه ای نداریم، به غیر از جان زدن چاره دیگه ای نداریم. اگر فکر میکنی تو جا زدی بقیه جا نزدن، باید بهت بگم که شاید اونجایی که تو جا زدی کار مورد علاقت خیلی نبوده، کاری نبوده که خیلی دوستش داشته باشی، به خاطر همین راحت کنارش گذاشتی. ماها وقتی کاری رو خیلی دوست داشته باشیم نمیتونیم ازش بگذریم. منم کارم رو خیلی دوست داشتم و به مدل خودم یه جورایی جا زدم. حالا شاید خیلی داستان منو ندونن، توی یک ویدیوی مفصل تر میام در موردش میگم، ولی من 12 سال کار تصویرسازی انجام دادم. 8 سالش پروژه میگرفتم، پروژه های مختلف میگرفتم. استارتاپ هایی که اون موقع تازه داشت شکل میگرفت، نمیدونم، بعد از یه مدتی که تو اینستاگرام هم خیلی اکتیو بودم، نمونه کار میذاشتم و اینا، از یونیسف و دانشگاه آکسفورد سفارش کار گرفتم. من اونجای جا زدم که وقتی به من گفتم به خاطر اینکه تو ایران زندگی میکنی نمیتونیم بهت پول بدیم چون تحریم هستین، دلار تحریمه، تصمیم گرفتم پروژه نگیرم. چون من دم سکوی پرتاب رفته بودم که کار کردم با اینجور جاها بود و اون موقعیت از من گرفته شد به خاطر جغرافیا و دیگه حاضر نبودم که پروژه های داخلی بگیرم. یعنی خیلی توقعم رفته بود بالا و تصمیم گرفتم که به جای سر و کله زدن با استارتاپ هایی که حاضر نیستم پول خرج کنم، با بانک هایی که بسیار بسیار ثروتمندن ولی حاضر نیستم مثل پوسترهای شعباتشون مثلا هزینه بکنن، به جای سر و کله زدن با اینجور آدم و اینجور جاهایی که توی ایران مثلا که فقط هم اینجوری هست، تصمیم گرفتم خودم یه کاری رو شروع بکنم که خودم کارفرمای خودم باشم و خودم به خودم حقوق بدم. ارزش اون تلاش و زحمتی که میکشم و خودم ارزش گذاری کنم، نه که به کسی بگم آقا ارزش من اینقدر و اون آدم بخواد با من چونه بزنه. من اونجا جا زدم، ولی جای اون جا زدنه یه کار دیگه کردم که بازم توش موفقیت بتونم ببینم. خیلی وقتا به این فکر میکنم که اگر من مغازه رو نداشتم خب و هنوز پروژه کار میکردم و جا نمیزدم و یه راه حلی پیدا میکردم مثل همه آدم های دیگه که بتونن بین المللی کار سفارش بگیرن و پولش رو دریافت بکنن، چی میشد؟ الان شاید با جاهای خیلی بزرگتر کار میکردم، الان شاید جاهای دیگه به من جاب آفر میدادن و از ایران میرفتم. این نیستش که من یه چیز بدی رو بی خیالش شدم و یه چیز بهتری به دست آوردم. هیچ کس نمیدونه، خودم هم نمیدونم، همیشه برام سواله. آیا از این که مغازه‌کو دارم راضیم؟ بله. ولی اگر هر جای دیگه دنیا مغازه‌کو داشتم الان بعد از 6 سال خیلی اتفاقات بهتری میتونست بیفته براش. فکر میکنم توی ویدیوهای بعدی بتونیم خیلی مفصل تر راجع به اینجور مسائل این شکلی و
به صورت کلی نه فقط راجع به مغازه یا من صحبت بکنی. فکر میکنم ما همه یه سری دغدغه ها و دردهای مشترکی داریم که به خاطر شرایط جغرافیاییمون میتونیم خیلی با هم دیگه همزادپنداری بکنیم. هیچ کدوممون با هم دیگه فرق نداریم واقعا، فقط مدل دست و پنجه نرم کردنمون با مشکلات فرق میکنه. همین. دیشب تا ساعت 12 داشتم این ریلی که گرفتم دیروز رو ادیت میکردم و آماده شده. همین الان رو باید بذارم، ساعت 12:08 است. میخوام یه کاور خوشگل براش درست بکنم با آیپدم، اون ریله رو کاورش رو درست بکنم میذارم. بعد یه خبر دیگه میخوام بهتون بدم. 29 شهریور یه ایونتی داریم توی خانه تاک دوباره، یعنی دفعه سومی میشه که من ایونت فروش حضوری دارم. توی این ایونت ازتون پذیرایی میشه، یه عالمه کیک و مربا و چیزای خوشمزه قراره بخوریم. امروز هم خیلی خستم، فکر کنم مشخص باشه انرژیم پایین تر از روزهای دیگه است. امیدوارم این ریلر رو که میذارم یه ویوی خیلی درخور و شایسته داشته باشه که این خستگی در بره. موقعی که داشتیم سفارش های دفتر تحصیلی های جدید رو میگرفتیم که پیش خرید بود، که این سفارش هاست، اعلام کرده بودیم که 18 شهریور ما این سفارش ها رو ارسال میکنیم، از اون روز ارسال میشه، ولی هنوز دفترها رو به من ندادن. یعنی ما همه چیمون آماده شده، جلدار آماده کردیم، داخلی هاشو چاپ کردیم، همه دست صحافه. خلاصه همیشه توی کار چاپی و اینا این دو سه روز یه هفته حتی این ورانور رو داره. خیلی بعد دیگه مخصوصا تو تایم پیش خرید که میشه، اگر مخصوصا مشتری جدیدی باشه این بدکلیه واقعا افتضاحه. دیگه چاره ای نداریم، این سفارش شماست که دفتر تحصیلی داشتن و منتظرم که فقط دفتر رو برسه و من اینا رو بسته‌بندی کنم. خب من این ریلی که دیشب درست کردم و گذاشتم و خیلی بازخورد باحالی داره میگیره تو این 20 دقیقه، تا الان 2500 خورده ای ویو خورده، فکر کنم ویوش بد نباشه. این بازم آپدیتتون میکنم ببینیم تا آخر هفته چقدر ویو میگیره. تو این ریلی که گرفتم این پورتفولیومو نشون دادم، خیلی وقت گذاشتم براش و خیلی هم چیز باحالی شد. من خیلی دوست دارم داستان مغازه‌ک و کلن و کاری که کردم و هی برای آدم ها تعریف بکنم، چون میدونم براشون اولا که خیلی ها نمیدونن و من با اینکه قبلا به عنوان تصویرگر میشناختن آدم و منو، ولی الان 6 ساله واقعا منو به خاطر مغازه‌ک میشناسن. به خاطر همین خیلی بک استوری راجع به خود من نداره کسی. یه دونه بلاگ توی سایتم گذاشتم، یه داستان سه قسمتیه که توضیحات خیلی خیلی جزئی تری دادم. اگر مثلا درخواست داشتین و اینا حتما توی یه دونه ولاگ مجزا براتون تعریف بکنم. چهارشنبه است، آخرین روزیه که میخوام ولاگ بگیرم، ولی هم ساعت 11 الان 10:49 یک نیروی میخواد بیاد که بسته بندی بکنه، مالا بهش یاد بدم ببینیم چجوریه تستی آزمایشی. و مهمتر از اون ریلم انقدر خوب بود، 58,000 تا ویو خورده،
خب 881 هم فالوور گرفته، شدم 34 و 8. خوابیدم بلند شدم دیدم که چقدر فالوور گرفتم و هنوز داره ویو میخوره. یعنی گفتم اینم با تو شیر کنم بگم چه اتفاقی برای اون ریل افتاد. همین دیگه، بریم ببینیم امروز چه خبره. خیلی هنوز جا داره و منم خیلی چیز میز دارم برای اینکه بخوام نصب کنم روی دیوار. داشتم فکر میکردم که یکی از کارهای خودمو که خیلی هم به دیوارم میاد، نگاه کن رو الان، همین الان رو رنگ بنفش خیلی خوشگل میشه، قاب کنم بذارم اینجا پایین این قابش هم دارم، فقط باید پاسپارتوش کنم. پاسپارتو خود همین قابه است، زده خراب شده ولی اوکیه، میتونم چیزش کنم، فقط باید اندازه این کنم دیگه. سلام. من هیچ وقت رو پاسپارتو کردم خوب نبودم. مدرسه هم که بودیم ژوژمان داشتیم و پاسپارتو میکردیم کارا رو، هیچ وقت تر و تمیز و اصول و ریاضی نمیتونستم. نیست ریاضیم خیلی قویه، نمیتونم، نمیدونم چرا. روز چی هم؟ اصلا وسط در وسط نیست، این برش زیادیه، اون برش بلان. خوبه ها؟ خوبه دیگه، خوبه. واقعا هیچ جاش با هم دیگه یکسان نیست. بالا پایینو زیاد زدم رفت. خوبه ها، ولی نمیشه. خوبه دیگه، چشوش من اینو چسب بزنم اینو. حالا مثلا، وای خیلی بده، خدایی خوب شده باش دیگه، زن قابل تحمل باش. خوبه؟ وای خیلی بده، ولی زیاده. این اگر آخرین شانس همه دیگه، اینو اگر من 2 سانت با اون باید هم آهنگ بشه میکنم کنم درست شد ولی میشه. آقا به خدا شد، برعکس شست بودم. آقا شد اوکیه، به خدا اوکیه. آقا اوکیه باشه، من میگم اوکیه، من مشکلی ندارم باش. من که میدونم بعدم به مشکل میخورم، ولی همش میره رو موقعم که این تخصصی پاسپورتو نشده. خوبه آقا، خوبه به جان بچه‌ام، خوبه بابا، خوشگله دیگه. فقط متنفرم از اینجاش. ببین چقدر به دیوار بنفش میاد. واقعی کلمه کوزگر از کوزه شکست آب میخورم. چنان حالا کارهای خودم و تا حالا من رو دیوار نزدم، باورتون میشه؟ یعنی هرچی کار اینجا میبینی کار آرتیستای دیگه است، ولی کارهای خودم رو نزدم به دیوار. باید دارم فکر میکنم اینا هم باحال میشن و خدا خوب میشه. اینو، این فکر کن رو دیوار بنفش. شما هم میتونید این کارت پستالا رو به جای اینکه پستال بدید به این و اون، قابش کنید. این آپدیت ریل مغازه رو بهتون بگم، چون که شما همراه من بودین واسه ساخت این ریل. 113,000 تا ویو خورده تا الان و 3,000 نفر به من اضافه شده توی مغازه. در واقع الان که دارم این ویدیو رو ادیت میکنم 338,000 تا ویو خورده و نزدیک به 8,000 نفر هم منو فالو کردن و این خیلی جالبه و هیجان انگیزه، چون تا حالا این اتفاق برای مغازک نیفتاده بود و امیدوارم که این تازه شروع داستان باشه. دیگه ولاگ این هفته تموم شد، امیدوارم که دوستش داشته باشین و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. حتما بهم بگین که دوست دارین توی ویدیوهای یوتیوب مغازک
از مغازه چیا ببینید، از من چیا بشنوید که حتما تو ویدیوهای بعدی ازشون استفاده بکنم. خیلی دوستتون دارم. ماچ بهتون. هفته دیگه میبینمتون.